یک کتاب فروشی آثار نادر در محله سوهوی لندن تنها آثار نویسنده های زن را ارائه می هدف از راه اندازی این کتاب فروشی کمرنگ کردن فاصله جنسیتی در ادبیات غربی است. جزیات بیشتر در گزارش سارا دهقان. جایی برای کشف آثار نویسنده های زن کتاب های درخشان که زیر سایه آثار نوشته شده توسط مردان پنهان ماندند. ایده راهاندازی کتاب فروشی قفسه دوم زاده ذهن ای این دیورز نویسنده و ناشر بود. ادبیات so built... غربی در محیطی مرسالارانه شکل میگیره و به ما یاد دادن از این منشور مرد محفر ادبیات غربی رو ببینیم. خانم دیورز در یک نمایشگاه کتاب متوجه شد آثار نویسنده های شناخته شده زن در قفسه های پایین قرار دارد. و به قیمتی کمتر از کتاب های نویسنده های مرد فروخته می شود. او میگوید دیده نشدن آثار نویسنده های زن ریشه فرهنگی دارد. آشناییمون با نویسنده های زن خیلی محدود بود. حتی آثار کلاسیکی مثل کتاب های جین آستن رو در دبیرستان به همون بخونیم. کالج بودم که باش با آشنا شدم. نگرش رایج اینه که مردها کتاب های زنانه رو پس می زنن و چون میخوان پسرا مطالعه کنن این کتاب ها حذف می شه. کتاب فروشی قفسه دوم ابتدا در قالب کارزاری اینترنتی شکل گرفت و توانست با جمعآوری آوری سی هزار پوند به واقعیت بپیوندد. مشتریان این کتاب فروشی می توانند در قفسه ها بگردند و علاوه بر کتاب یادگارهای ادبی کوچک از کیف پول سیلویا پلات گرفته تا دفترچه نوت یک زن متعلق به عصر ویکتوریا را ببینند. خانم دورز میگوید تلاش کرده کتاب فروشی را جوری طراحی کند که مشتریان با ورود به آن گویی قدم به داخل یک رمان گذاشتند. او در کنار مدیریت کتابفروشی فروشی قفسه دوم نشریه ایرانیز به همین نام چاپ می کند که به بررسی و نقد آثار نویسنده های زن اختصاص دارد. سارا دهقان، صدای آمریکا.